بی فارسی از شروع به کار خودش علاوه بر برنامه های خبری و تحلیلی که کارشناسان مختلف خبرها رو تحلیل میکردن تصمیم گرفت نظرات مخاطبان رو هم به گوش همه برسونه نتیجه شد برنامه نوبت شما که برنامه است که 6 سال هست بیشتر از 6 سال هست هر روز از شنبه تا پنج شنبه تا چهارشنبه اجرا میشه اما گاهی بعضی مخاطبان میگن که نتونستن با برنامه تماس بگیرن یا اعتراضاتی داشتن از نحوه انتخاب شرکت کنندگان در برنامه نوبت شما تا چند لحظه دیگه سینا مطلبی سردبیر دیجیتال با ما در استودیو خواهد بود تا به سوالات و انتقادات شما آخ چند ایمیلی که در این باره گرفتی من نظرت مختلف رو براتون میخونم اسحاق نوشته خواستم از رویه نامناسبی که جدیدا در برنامه نوبت شما در پیش گرفتید انتقاد کنم چرا به مخاطبان در ایران کمتر مجال ارائه نظراتشون رو میدید سبا پرسیده دلیل ساختار گزینشی در انتخاب مخاطبان برنامه نوبت شما چیه کیمیا گفته چرا باید مخاطبان ایرانی در برنامه خوب نوبت شما محجور باشن و این تبعیض مخاطب داخلی و خارجی از چی ناشی میشه پرویز نوشته در برنامه‌ای که با موضوع بنزین آزاد بود اکثر شرکت کننده ها از خارج ایران بودن اونها نمیتونن از وضعیت ایران و تبعات گران شدن بنزین صحبت بکنن بذارید موضوع رو با سردبیر دیجیتال بی بی سی فارسی سینا مطرح بکنیم که مسئول برنامه نوبت شما هم هست سینا چطور هست که مخاطبان برای صحبت کردن در برنامه نوبت شما گزینش میشن آیا نمیشه که همه رو مح... در برنامه شرکت بدید خوشبختانه بعد از شش سال اندی همچنان استقبال از برنامه اونقدر بالا هست که دائما تلفن های ما زنگ میخورن وقتی موضوع برنامه رو اعلام میکنیم طبعا هم نمیشه صدها نفر رو در یک برنامه یک ساعته اوور تا نظرشون رو بگن باید نوعی انتخاب رو اعمال کرد ولی این انتخاب رو ما به شکلی انجام میدیم که گستره نظرات بینندگان و وزن و نسبتشون کاملا باز بازتاب داشته باشه در واقع سعی میکنیم که حداقل یک نفر از هر نظری مشابه یا تجربه مشابهی در برنامه بیاد و بتونیم این دیدگاه های مختلف رو مقابل همدیگه قرار بدیم تا بتونن با همدیگه بحث بکنن ولی مان... واقعا هیچ هیچ در واقع گزینشی به معنای اینکه بخواد نظر خاصی تجربه خاصی دیدگاه خاصی هست بشه نیست برعکس تمام سعی ما اینه که گستره دیدگاه‌هایی که مطرح می‌کنیم وسیع‌تر باشه. در مورد داخل و خارج چطور؟ چون به نظر میاد در هفته‌های اخیر اونجوری که ما از نظرات مخاطبان می‌شنویم، حضور مخاطبان خارج از ایران بیشتر از داخل ایران بوده یا اونطور که مخاطبان احساس می‌کنن تو بوده. به طور کلی به این شکل نیست. ممکن در یک برنامه خاص به طور تصادفی تعدادی بیشتری از یک کشور یا یک منطقه بیان ولی در مورد برنامه‌هایی که درباره ایرانه اتفاقا اگر تبعیضی باشه تلاش ما اینه که بیشتر کسانی که از داخل ایران هستن و تجربه مستقیم دارن بیان همونطور که در مورد برنامه های افغانستان هم این نکته رو در نظر میگیریم که از داخل افغانستان به خصوص خارج از مرکز یا شهرهای بزرگ باشن اما نکته ای که من باید بگم اینه که گاهی اوقات موضوعی را ب... راجع به ایران هست اما زاویه نگاه ما الزامن مربوط به تجربه داخلی نیست مثل این موضوع بنزین که بیننده های شما هم اشاره کردن بحث گران شدن بنزین یک بخشی از اون تجربه شخصی داخل ایران از گران شدن قیمت ها که خب چندین نفر در همون برنامه از ایران اومدن و تجربه مستقیمشون رو مطرح کردن بخش دیگه اینه که آیا این اصلا از لحاظ اقتصادی کار مناسبی هست یا نیست اثرات دراز مدتش چه خواهد بود که در واقع گزارشگر اقتصادی ما مهمان برنامه بود توضیح داد علاوه بر اون تعدادی هم از کشورهایی که بنزین در اون به نرخ واقعی و بدون یارانه عرضه میشه اومدن تاثیرش رو بر حمل و نقل عمومی تاثیرش رو بر زندگی گذاشتن چون یکی از بحث‌ها اینه که اگه گ... بنزین گرون بشه به قیمت واقعی برسه حمل و نقل مختل میشه خب شما میخواین از کسی که در انگلیس هست یا در سوئد هست جایی که بنزین با قیمت گرون هست بشنوید که آیا واقعا حمل و نقل مختل شده یا راه‌های جایگزینی وجود داره برای مخاطبانی که با برنامه شما تماس گرفتن یه بار دو بار بار و موفق نشدن در برنامهتون شرکت کنن چه توصیه خیلی نکته خوبی رو اشاره کردیم ببینیم برنامه نوبت شما الان بیش از شش ساله که داره پخش میشه سالی ما دویست قسمت حداقل داریم برنامه نوبت شما ورزشی است که پنجاه و دو قسمت هر سال خواهیم داشت طبعا ما به هر موضوعی دوباره برمیگردیم و باز از زاویه دیگه ای نگاه میکنیم دعوت من از این بینندگان اینه که اگه تماس گرفتن و پشت خط موندن یا ما نتونستیم به خاطر به هر حال تلفن‌های بین‌المللی با اونا تماس بگیریم یا حتی اگه رفتن خونه برنامه‌ای رو دیدن و گفتن ای کاش من خونه بودم به این برنامه زنگ می‌زدم به آدرس ایمیل شمات bbc.co.uk ایمیل بفرستن و ما اونا رو در نظر خواهیم داشت اگر موضوع مشابه یا همون موضوع رو دوباره خواستیم به بحث بذاریم سراغشون میریم و دعوتشون میکنیم که شرکت هم. حالا که اینجا هستی سردبیر دیجیتال بی بی سی این بینندگان ما تقریبا هر هفته راجع به ویدیوها هم ایمیل میزنند جواب اونها رو هم بده ما برنامه خاصی داریم برای ویدیوها بعد از تغییر طراحی سایت یک مشکلی بود که ما ازش آگاه بودیم و ویدیوهای برنامه های بلند مثل برنامه شما پخش نمیشد روی دستگاه موبایل صرفا دستگاه دسکتاپ لپتاپ اینا مشکلی نداشتن روی موبایل اینا پخش نمیشدن این مشکل بالاخره حل شد من میتونم الان خبر بدم که همه برنامه های بلند از جمله برنامه دیزبان روی موبایل هم دیده میشن تنها در این لحظه که من اومدم و تست کردم برنامه های مختلف رو یک برنامه, برنامه برنامه خبرنگاران همچنان مشکل داشت که پیگیرش هستیم که اون هم حل بشه متشکرم از سینا مطلبی که به ما مجداد از این به بعد میتونیم برنامه دیدبان رو روی موبایل ها هم ببینیم مثل همیشه ممنونم از شما که با برنامه دیدبان همراه هستید به ما نظراتتون رو بفرستید میتونید به BBC دیدبان توییت کنید همینطور میتونید به دیدبان ات بی بی سی ایمیل بزنید اگر خیلی اهل توییتر هستید اگر با هشتگ بی, بی دیدبان برای ما مطالبتون رو بفرستید هم میبینیم همینطور اگر روی فیسبوک روی صفحه BBC Persian پیغام بگذارید اونها رو هم میبینیم و میتونیم نظرات شما رو با مسئولان BBC در میون بگذاریم